قسمت هشتم سریال هاوس آف دراگون جایی که اتفاقات خیلی مهمی رو به اون نشون داد و یه مقدارم تغییرات جدول زمانی دو مرتبه اینجا داشتیم که جلوتر در موردش باهاتون صحبت میکنم و دیدیم که دو مرتبه هم اشاراتی به جان اسنو اون پیشگویی معروفی که تو این خاندان وجود دارم شدش و خب تو این ویدیو میریم سراغ بررسی این قسمت و تمام نکات مخفی سرگاه داخلش و از طرف دیگه ایم یه هر جمع که لازم باشه سر میزنیم به کتاب و اطلاعات داخل کتاب هم بهتون میگم تا بتونیم یه جمع‌بندی خیلی خوبی روی این قسمت با هم دیگه داشته باشیم. فقط قبل از اینکه بخوایم بریم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به ویدیو بدی و همونطوری هم که میدونی من شاهینم عزیزم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بزن بریم. تغییر اولیه‌ای که ما تو این قسمت داریم می‌بینیم با شروع این قسمت، یعنی توی تیتراجش که می‌بینید که یه خط خونی اضافه میشه به اون نمادی که دیمون داره و داره نشون میده که اون با رنیرا ازدواج کرده، اون خط به خاطر ازدواجشون، و از طرف دیگه وقتی خود رنیرا رو به ما نشون میده می‌بینید که خطای خونی جدیدی هم بهش اضافه شده که نشون دهنده بچه‌هاشه که تو این قسمت هم اونا رو دیدیم که حالا جلوتر هم در موردشون صحبت میکنیم. حالا با شروع سریال متوجه میشید که دو مرتبه پرش زمانی اینجا داشتیم و این پرش زمانی که اتفاق افتاده داره دوتا زمان مختلف رو به ما نشون میده. اولین جایی که داریم این پرش رو میبینیم مربوط میشه به مرگ ویموند که میدونیم تو 126 سال بعد از فتح اتفاق افتاده، و از طرف دیگه این مرگ به سیرس رو داریم میبینیم که 129 سال بعد از فتح اتفاق افتاده بود، و اینا رو همه رو داریم میبینیم که تو این قسمت کنار هم دیگه جمعشون کردن و دارن به ما یه مجموعه رو کامل اینجا نشون میدن. و این خب این پرش زمانیه که اینجا دیده میشه و خب همونطوری هم که تیم سازنده گفته آخرین پرش زمانیه که ما داریم تو این سریال میبینیمش. و خب بعد از اتفاقاتی که تو این قسمت دیدیم همه چی دیگه آماده میشه تا بره به سمت رقص اژدها و اتفاقات بعدی خودش. و یه نکته خیلی مهمی اینجا داره دیده میشه و اونم اینه که این پیشبینی و این پیشگویی قبلا رنیرا تو قسمت ابتدایی وقتی که داشتش به ما جایرس رو نشون میداد تو صحبتش به ما گفته بود. The only thing that could tear down the house of the dragon was itself. اسم این قسمت جزر و مده که داره برمیگرده به همون اتفاقاتی که قراره برای خاندان لورد کورلیسینا بیفته و اون تاج و تختی که دارن قراره به کی برسه. بیشتر اتفاقاتی که داره تو این قسمت میفته برگرفته از اتفاقاتی که داخل کتاب هم بوده و اون ادعای تاج و تختی که ویمون میاد میکنه و در نتیجه در آخر هم دیمون اونو میکشتش، و این چیزیه که خب توی سریال هم ما دیدیمش. با شروع سریال متوجه میشید که رولد کورلیس به خاطر اون جراحاتی که تو جنگ برداشته در و داغون شده و یه تب شدیدی هم کرده و الان رینیسی که روی تخت نشسته، ولی خب توی کتاب اینطوری نیست و اون توی جنگ مجروح نمیشه و اتفاقی که براش میفته اینه که درگیر یه تب خیلی شدیدی میشه و حسابی بیمار میشه و اینطوریه که از اون حکومت خودش کنار میره. و نکته مهم دیگه که اینجا داره دیده میشه اینه که ما متوجه میشیم که توی بازه زمانی 126 سال بعد از فتح هستیم، به خاطر اینکه تو حرفایی که خود رینیس داره میزنه میگه 6 سال از اون موقعی که کلیس در مورد جانشین خودش حرف زد و با من گذشته. نکته بعدی که اونجا دیده میشه چهره بیلاست که اگه بهش توجه بکنی ظاهر متفاوتی با رینا داره، هرچند که میدونیم اون دوتا دو قلو هم با هم دیگه، ولی میبینید که اومدن دوتا چهره متفاوت رو براشون در نظر گرفتن که اتفاقی مثلا گمگورشون نکنیم و یه طوری بتونیم راحتتر اونا رو تشخیصشون بدیم. حالا همینجا که ویمون دارید میبینید یه نقطه اشتراک کاملی رو دارید با دیمون میبینینش، اونم به خاطر اینه که اونم یه طورای جانشین برحق برادر خودش رو میخواد بیاد و حکومت رو دست خودش بگیره، ولی خب بهش نمیرسه، عین همون اتفاقی که برای دیمون افتاده. توی مقر پادشاهی خیلی راحت دارید متوجه میشید که از زمانی که آلیسنت اومد و اون اتفاقات بعدش برای استرانگینا پیش اومد و اونا از بین رفتن و آتو اومد و دو مرتبه دست پادشاه شدش، قدرت به اونا برگشته، اونا کاملا قدرتمند شدن. و نکته بعدی که داره به چشم میاد اینه که پادشاه توی کتاب هم وقتی که حالش بد میشه یواش یواش تاج و تخت کناگیری میکنه و میره کنار میشینه، و خب اونجا توی کتاب اینطوری اومده که میگه به خاطر تنگی نفسی که داشت و نمیتونه حرکت بکنه اونو با صندلیش جابجا میکردن، و مثل اتفاقی که توی سریال هم میبینیم. ظاهر جدیدی که وسریس اینجا داره توی کتاب نیومده و اصلا توی کتاب یه همچین نقابی روی صورت خودش نداره، و خب اینجا که میبینیم صورتش در و داغون شده و نصفش نابود شده به خاطر اون بیماری که داشته، یه طوره الهام گرفته شده از روی گاست روی بریکین بده، ولی نماد اصلی که داره نشون میده اینه که توی تاج و تختشون و توی خاندانشون دو دستگی به وجود اومده و اون
دو چهره بودنش داره اون دو دسته رو نشون میده و نکته بعدی اینه که اون ماسکی که حالا رو صورتش میزنه شبیه به همون چیزیه که کرافیدر روی صورتش میزد و داره اشاره میکنه به پسران هارپی. حالا وقتی که میریم به دراگانستون میبینید که ساختار اون قلعه رو وقتی دارن بازسازی میکنن حالتش مثل آرواره های اژدها میمونه و نکته بعدی که اینجا داره دیده میشه جاییه که میبینیم دیمن اومده رفته سراغ اون تخم اژدهای جدید و میبینید که حرف از 3 تا تخم اژدها میشه که یکیشو ور میداره و خب اون 3 تا یه طوری اشاره میکنه به 3 تا بچه‌ای که داره و از طرف دیگه اون یه دونه‌ای که میبینید ور میداره برای بچه‌ای که کوچیکتره و اسمش هم وسیناس و قرار اونو کنار تختمون بذاره. بچه های جدیدی که دیمون و رنی رو دارن پسر بزرگ اونا اگانه و از طرف دیگه ای هم پسر بعدی که اون داره اسمشو گوشن وسیریس دوم و خب یه دختری هم دارن که اسمش وسیناس و اون اسمو میان از روی خواهر اگان فاتح استفاده میکنن و روی بچه خودشون میذارن. و نکته بعدی که اینجا داره دیده میشه اینه که اون 3 تا تخم اژدهایی که میبینید داره بهش اشاره میشه برمیگرده یه طورایی به اون 3 تا تخم اژدهایی که دنیرس داشت. البته میدونیم که اون 3 تا تخم اژدهایی که دنیرس بهش رسیده بود احتمال خیلی زیاد از تخم اژدهای دریم فایریه که هلینا داره و خب میدونیم که اون تخم اژدهاش بعدن دزدیده میشه و احتمالاً همونیه که به دنیرس میرسه. و نکته بعدی که اینجا وجود داره و یه مقدار درگیری و جلوتر شدیدتر میکنه به خاطر اینه که آلیسنت وقتی که توی کتاب هم متوجه میشه که رنیرو اومده و اسم پسر خودش رو اگان گوشته یه طورای اینو به عنوان یه جنگ و یه درگیری روبروی با بچه خودش میبینه که مثلا قراره که اون به تخت بشینه و خب اون یه طورایی از این قضیه ناراحت میشه و بعدش هم خب درگیری های بیشتری بینشون پیش میاد. توی سکانس بعدی دارید میبینید که پسر رنیرو داره زبان های والاریان رو یاد میگیره و نکته که اینجا وجود داره اینه که اون میزی که اونجا هستش همون میزیه که توی گیم آف ترونز هم دیده بودیم و از طرف دیگه گوشه تصویر میتونید پسر کوچیک رنیرو یعنی جافری رو ببینید که تقریبا 6 ساله است و داره نشون میده که اتفاقات همه توی بازه زمانی 126 سال بعد از فتح داره اتفاق میفته. نکته بعدی جاییه که رنیر اینو وارد مقر پادشاهی میشه و میبینید که رولد کاسل کسیه که میاد اونجا یه طوری ازشون استقبال میکنه و دیگه خبری از بقیه هم نیست و اینا همه داره نشون میده که تنها متحدی که فعلا اونجا دارن همین لورد کاسله که سرانجام زیاد جالبی هم در ادامه داستان نداره. با ورود به مقر پادشاهی اولین چیزی که کاملا مشخصه اینه که میبینید اون ایمان هفت و اون دین فیس 7 همه جا هست و تمام نماداش توی این قصد دیگه به کار رفته و متوجه میشید که آلیسنت کسی که حتی یه گردنبند هم گردنش انداخته و ایمان خیلی زیادی نسبت به این دین داره و این همون دین و پیروانی هستن که خب توی گیم آف ترونز دیدیم که سرسی اسایی به خدمتشون رسید. حالا شاید بگید یه دفعه این دین سرکلش از کجا پیدا شد؟ خاندان هایتاور کسایی بودن که اصلا به این دین معتقد بودن و حسابی نسبت بهش مثلا عرق داشتن و مذهبی کامل بودن نسبت به اون. و نکته بعدی که پیش میادش اینه که خب خود آلیسنت هم وقتی که بچه بود یه مقدار ایمان داشتش ولی الان که میبینیم سنش بالاتر رفته خب ایمانش بیشتر شده و میبینید که داره از این دین استفاده میکنه و احتمال داره جلوتر همون اتفاقات سوء استفاده از قدرت کلیسا هم حتی تو این داستان هم پیش بیادش. و نکته بعدی که در مورد آلیسنت وجود داره اینه که میبینید وقتی توی شورا نشسته علاقه به حکومت کردن و تاج تخت نداره و اونجاست که باز میبینید آتو کسی که میاد اونو هول میده به سمت جلو و مجبورش میکنه که این کارا رو انجام بده تا قدرت رو سمت خودشون بگیرن. وقتی که میریم و وارد اتاق وسیریس میشیم نکته اولی که دارید میبینید همون مدلیه که داشت روش کار میکرد و والریای قدیم بود و میبینید که حسابی تارنکبوت بسته و در و داغون و معلومه که کسی بهش نرسیده دیگه و اینا نشون میده زمان خیلی زیادیه که وسیریس حالش بد بود و نتونسته دیگه رو اون مدل کار بکنه. و نکته بعدی جایی که میبینید دیمن میاد و میره اون داروش رو که برای برادرش رو هم داره بو میکنه میبینه که یه مقدار مشکوک میزنه و یه حالتی توی چهرهش دیده میشه و اینا همه داره نشون میده و برمیگرده به همون حرفی که لینور زده بود و برگشت گفتش که احتمال داره اونا بخوان پادشاه رو مسموم بکنه تا قدرت رو به دست بیارن و این یه اشاره به حرف اون داره. و نکته بعدی که توی کتاب دیده میشه چیه؟ توی کتاب و اتفاقاتش چند تا داستان رو براش میارن و اینه که یه سری ها معتقدن بعد از این اتفاقاتی که افتاده آلیسنت کسی بوده که پادشاه رو مسموم کرده تا حکومت رو به دستش بگیره، یه سری ها میگن نه پادشاه خودش به خاطر مریضی که داشتش توی خواب میمیره و از دنیا میره. حالا دارید ایگانی ها میبینید که با یکی از
خدمتکارای خودش رابطه داشته و نکته مهم بعدی که دیده میشه اینه که آلیسنت میاد و به جای اینکه بخواد اون خدمتکارا رو بکشه بهش همون چایی زاده بارداری میده که قبلا دیده بودیم که به رینر رو داده بودن تا از اون هیچ نسلی وجود نداشته باشه، هیچ بچه حرامزاده به وجود نیاد و رابطه‌ای که آلیسنت با ایگان داره شبیه به همون رابطه‌ایه که سرسی با جافری داشته و میدونید که الان خود ایگان هم یه طورایی شبیه به جافری میمونه که زیادم نمیشه کنترلش کرده، هر کاری دلش میخواد میکنه و این چیزیه که قبلا هم در مورد صحبت کرده بودیم که اون عاشق مشروب خوردن و رابطه داشتن با زن و مخصوصا خدمتکاراشه. نکته بعدی که اینجا داره دیده میشه اینه که هرل اینا رو دارید میبینید که میاد و در مورد بچه‌های خودش صحبت میکنه و خب ما بچه‌هاشو توی سریال ندیدیم ولی میدونیم که اون 3 تا بچه داره. اسم یکیشون جهریسه، یکیشون جکایره و از طرف دیگه هم میلو رو داره که خب احتمالاً توی فصل بعدی بیان اونا رو به ما نشون بدن. و خب این رابطه که این دو نفر با هم دیگه داشتن رو توی قسمت قبلی دیده بودیم که این دو نفر با هم دیگه نامزد کرده بودن و خب مشخصه که دیگه بچه هم دارن و این ارتباط خانوادگی و این نسلی که اینا خونشون با هم دیگه داره باعث شده که اتفاقات خیلی زیادی براشون بیفته و همیشه بچه‌هاشون مشکل داشته باشن تا آخر سر میرسن به پادشاه دیوانه، اون طرف هم دنریس که میینه دونم دیوانه میشه رد میده و اینا همه به خاطر همین خونیه که همش به خاطر ازدواج فامیلی بینشون برقرار شده. این چیزی که دارم در مورد صحبت میکنم حتی تو خاندان سلطنتی آلمان هم دیده میشه، اصلا فک هاسبرگ خیلی معروفه، اونم به خاطر اینه که اونا هی با هم دیگه ازدواج میکردن و آخر سر همشون فکاشون کج و کله شد و یه فک خیلی معروفیه تو اون خاندان. و نکته بعدی در مورد بچه هر اینا چیه؟ میگن وقتی جاریس به دنیا میاد 6 تا انگشت داشته و اینا همه به خاطر اون ازدواج فامیلیه و نشون میده که بچه اونا هم ناقص به دنیا اومده. حالا توی کتابم حرف از بچهای حرومزادگان میشه که یه چند تا بچه حرومزاده داشته و احتمال داره این چیز باشه که خب جلوتر توی سریال ببینیم، احتمال داره اون داروی ضد بارداری که به اون خدمتکار دادن جواب نده. نکته بعدی که اینجا داره دیده میشه لباسیه که رنیرا تنش بود و اگه به لباسش دقت بکنید که حالا همون ساختار قرمز و سیاهو داره، میبینید که روی یقه خودش شکل یه اژدها داره، اون لبه که بالا اومده شبیه یه دوم اژدهایه که خیلی طرح قشنگی رو براش در نظر گرفتن و حتی میبینید که روی دستش همون زخمی که توی هفته قبلی به وجود اومد هنوزم هست که نشون میده تیم سازنده خیلی به جزئیات دقت کرده. حالا میریم تو حیات و جایی که دارید کریستیان کول رو میبینید که با ایمون دارن با همدیگه تمرین میکنه و اون وسیله و سلاحی که دستشه همونیه که جلوی دیمون هم ازش استفاده کرد و وسیله محبوبیه که اون باش مبارزه میکنه و اینجاست که در مورد ایمون متوجه میشید که اون خیلی قوی تر شده و این چیزیه که حتی توی کتاب هم هست که میگن ایمون و حتی با اون یه چشی که داشتش حسابی تو مبارزه کردن حرفه‌ای و عالی شده بود. حالا نکته بعدی در مورد ایمان اینه که اون از خشونت خوشش میاد، یعنی وقتی که یه صحنه مبارزه میبینه توی چهرهش کاملا این قضیه دیده میشه، توی سکانس‌های مختلف اونجایی که ویمن کشته میشه یا بعد از اونجایی که حالا با ایمان درگیر میشه توی چهرهش میتونید اون خشونت رو ببینید که عاشق اینه که درگیری ایجاد کنه. وقتی که ویمن وارد میشه و میادش داخل اونجا، اگه نگاه بکنید اون شوالیایی که دارن جلوش راه میرن روی زره خودشون نماد هایتاور رو دارن و بالاش هم دارید میبینید که یه آتش سبز رنگی داره میسوزه که اشاره میکنه به همون جنگ و درگیری و اتفاقاتی که قرار در آینده بیفته. حالا شما رینس و رنیرا رو میبینید که دارن با همدیگه صحبت میکنن و یه معامله میکنن که بچه‌ها با همدیگه ازدواج بکنن، اینطوری قدرت بین خاندان خودشون میمونه. ولی خب میبینید که رینس هنوزم رنیرا رو مقصر مرگ لینور میدونه و این نشون میده که رنیرا هنوز به اون نگفته که پسری زنده است و شاید جلوتر بهش بگه و شاید هم هیچ حرفی نزنه و لینور یه جایی بیاد به کمکش، حالا شاید با یه ظاهر متفاوت نه با اون ظاهر قبلی که داشته. وقتی که رنیرا میره پیش پدر خودش اینو متوجه میشید که توی صحبتاش میگه من هیچ علاقه به تاج و تخت ندارم و این حرفو برمیگرده به همون دیالوگ و اتفاقاتی که برای جان اسنو افتاده بود و اون هم هیچ علاقه به تاج و تخت و پادشاهی نداشتش. بعدش هم که اون مدل والریا قدیمی که بسری ساخته بود اگه بهش نگاه بکنید میبینید توی سکانس داره نشون میده پشتش اون دودا حرکت میکنه و بالا میره که یکی نماد داغون شدن اون شهر رو داره به ما نشون میده و دوم این نماد اینه که یواش یواش همونطوری که اون حکومت نابود شده از بین رفت داره دوران وسرس هم تموم میشه و قراره که تاج و تخت به کس دیگه ای برسه. وقتی که ورود پادشاه رو میبینید که میاد بین همه رد میشه، یه اشاره به اون قسمتی داره که آلیسنت با لباس سبزش اومد حرکت کرده، اینجا میبینیم که وسرس لباس سیاه و قرمز خودش رو تنش داره که داره نشون میده طرفدار رنینرس و اومده برای آخرین بار از دختر خودش حمایت بکنه و تو اون مسیری که داره حرکت میکنه
چهره آلیسنت و آتو رو دارید میبینید که از ترس حسابی تعجب کردن و ترسیدن و صورتشون کامل داره نشون میده که از این که دارن قدرت ها دست میدن یه طورایی واهمه دارن و وقتی که اون میاد و نزدیک تخت خودش میشه و جایی که دیمون میاد بهش کمک میکنه و اونو میشونه روی تخت خودش، رابطه خوبی که این دو نفر میتونستن با هم داشته باشن رو نشون میده و اینکه اگه توی انتخاب خودش دیمون انتخاب کرده بود تا روی تخت بشینه الان این اتفاقات نمیافتاد و شاید خیلی خاندان محکمتر کنار همدیگه بودش و آخرین قدمای پادشاه رو ما اینجا داریم میبینیم که حسابی عالی و دوست داشتنیه. صحنه بعدی که اینجا اتفاق میفته که حسابی دوست داشتنی اون ضربه عالیه که دیمون میاد میزنه و سر دیمون رو قطع میکنه رو خب اینجا نمیشه نشوندش داد به خاطر قوانینی که برای یوتیوب وجود داره و میبینید که خیلی با سیاست دیمون بازی میکنه و این سیاستمداری چیزیه که بارها توی قسمت‌های مختلف دیده بودیمش. بعدش هم که جنازه دیمون رو میبرن و رینس میره بالا سرش میبینید که گروه ایمان اونجا خیلی دیگه پا گرفته و تمام آدمایی که اونجا هستن جز اون گروهن و اونجا دارن میپلکن. اتفاقاتی که سر میز شام داره میفته الهام گرفته شده از اتفاقات داخل کتابم هست و مراسم شامی که داریم میبینیم اولین نکته که اونجا دیده میشه رنگ لباس رنیرو آلیسنت که میبینیم سیاه و قرمز و از طرف دیگه هم لباس آلیسان سبز رنگه و وقتی که میبینید پادشاه اونجا نشسته بین اون دوتا گروه قرار گرفته نصف صورتی سالمه که این دست و اون طرف صورتشو میبینید که خب الان نقابم روش هست، نشون دهنده دو مرتبه اون دوتا جناحیه که قرار حسابی با همدیگه بجنگن و همون نمادیه که ابتدا بهتون گفتم. و نکته بعدی که اینجا دیده میشه اینه که خب اینجا حرفی از اون سلامتی و اون حالا حرفایی که دیمون و از طرف دیگه آتو به هم دیگه میزنن خبری نیست، ولی خب توی کتاب این هست و میاد دیمون هم یه ادای احترامی نسبت به آتو به خاطر کارهایی که انجام دادن میگه. حتی جایی که میبینید دیمون میاد و برمیگرده به بچه‌های رنی رو تیکه میندازه، چیزی که توی کتابم اومده و اونجا برمیگرده میگه که هیچ کی مثلا خواهرزاده‌های من موهای قهوه‌ای یا نمیدونم چشای قهوه‌ای و از طرف دیگه موجودات قوی نیستن که این قوی استرانگ گفتنش برمیگرده به همون داستانی که شما میدونید هاروین و حرومزاده بودن اونا، بعدش هم به سلامتی اون ستا میزنه و مثل چیزی که توی سریال دیدید. نکته بعدی که اینجا دارید میبینید جاییه که حالا جاکاریس میاد و با هلینا میرن میرخصن و این داره نشون میده که اگه آلیسنت قبول کرد و این دوتا با همدیگه ازدواج بکنن هیچ وقت اتفاقات بعدش نمیافتاد، چون هر دو به تاج و تخت میرسیدن و خاندانشون همیشه محکم بود. و نکته بعدی هم این بود که دیدن اون تخم اجدایی که دیمون اومد برداشت یه طوره اشاره میکنه به اینکه حتی تخم اجدا اجدا هم بود که بخوام به ایمان بدم و رنیرو کاملا روی حرف خودش میموند و اینطوری پایه‌های حکومتش رو محکم‌تر میشد، ولی خب این اتفاق نیافتاده. و بعدش هم دارید میبینید که آلیسنت و رنیرو با هم دیگه نکات مشترک خوبی پیدا میکنن که رابطهشون بهتر بشه، ولی خب میدونیم اون درگیری‌ها و اون طمعی که داشتن باعث شده که بچه‌هاشون حسابی مسموم بشن و درگیر این ماجرا بشن. بعدش میبینید هلینا میاد یه صحبتی میکنه در مورد هیولای زیرین و یه همچین جمله‌ای رو داره میگه و خب میدونیم که بیشتر حرفایی که میزنه یه حالت بیشگوانه‌ای به خودش داره، ولی خب اینجا فکر میکنم که داره اشاره به ایگان میکنه و اون رابطه‌ای که اون با زنای مختلف داره و یه طوری عاشق زناست و خب اون هیولای زیرینی که داره صحبت میکنه احتمالاً در مورد داستان ایگان داره صحبت میکنه. البته خب نمیدونم، حالا حدسشو شما بزنید و نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. نکته بعدی که باز اینجا داره دیده میشه جاییه که ایمون روبروی دیمون قرار میگیره و این داره اشاره میکنه به اتفاقات آیندهی که قراره توی سریال بیفته و خیلی خوبه که اینجا دارن به جزئیات توجه میکنن و حرکت قشنگی بود. توی سکانس بعدی جاییه که شما دارید مسیرا رو میبینید و نکته که در موردش وجود داره اینه که میبینید تو کل سطح شهر و حتی توی قصر هم حسابی بر خودش نیرو داره و تمام اطلاعات بهش میرسه و اینا داره نشون میده احتمالاً جلوتر متوجه اینم بشه که اون خدمتکاری که با ایگان رابطه داشته بچه توی شکمش و یه طوری بچه حرومزاده اونو داره و خب اینا داره یه طوری جلوتر خودش رو نشون میده. حالا توی آخر این قسمت دارید میبینید که آلیسنت میره پیش ویسریس که دیگه حالش خوب نیست و اونو با رنیرا اشتباه میگیره و در مورد اون پیشگویی و ایگان فاته داره باهاش صحبت میکنه و همین باعث میشه که اون برداشت اشتباهی بکنه که منظورش اینه که جانشین به حقش ایگان پسر خودشه و همه اینا داره نشون میده که آلیسنت توی سریال اینطوری قراره جلو بره که من دارم کاری انجام میدم که پادشاه از من خواسته و اینطوریه که قراره صف به تاج و تخت
بچسب و درگیری های بعدش اون جنگ داخلی و رقص اژدها پیش بیاد که قراره در آینده اونا رو ببینیمش و این نکته خیلی مهمیه. و در مورد مرگ ویسیرس که دارید میبینید که داری یه نفر رو میبینه و باهاش صحبت میکنه، احتمالا زن خودش رو داره میبینه که اومده پیشش و اونجاست که دیگه خب اون میمیره. ولی خب توی کتاب داستان اینطوری نیستش. اون وقتی که داره با بچه های هلینا بازی میکنه که اینجا توی سریال اصلا ندیدیمشون و براشون داستان تعریف میکنه، اونجاست که یواش یواش احساس خستگی میکنه، درد توی قفسه سینه خودش داره و بعد از اینکه میره میخوابه توی تخت خودش همونطوری توی خواب میمیره. با توجه به اتفاقاتی که افتاد و حرفی که ویسرس و آلیسان زد، مشخصه که توی قسمت آینده قرار اینو ببینیم که با اینکه ویسرس مرده، آلیسان قرار نیست که مرگ اونو زود افشا بکنه و برنیر رو بگه و همینجاست که دو مرتبه درگیری ها شروع میشه و وارد جنگ داخلیشون میشیم و رقص اژدهاها حسابی قراره که همه اتفاقات درگیرتر و سیاسی تر بشه. در مجموع امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. سعی کنم تمام نکاتش رو بهتون خیلی سریع بگم با اینکه خیلی نکته زیادی هم داشت، امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. و خب در مورد اون خنجر والریون و از طرف دیگه اون پیشگویی که شده، در آینده احتمالاً یه ویدیویی درست میکنم و میذارم داخل کانال، حتما کانال ساب داشته باشین، اینطوری میتونین راحت‌تر به محتوای جدیدم دسترسی داشته باشی. و لایک و زنگوله هم یادت نره. خب من بررسی فیلم Wolf by Night هم ساختم براتون میذارم اینجا، Rings of Power قسمت هفتم هم بررسی کردم براتون میذارم این پایین. هر کدومو که دیدی میتونی کلیک بکنی و بری این ویدیو رو هم تماشا بکنی و تمام نکات لازمی که توی اون مجموعه هست و کامل بهتون گفتم اینجا میتونی رو هر کدوم که دلتون میخواد بزنید و اون مجموعه رو تماشا بکنید. و خب دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیوی بعدی. بدرود.